حزب الله لبنان از حمله روز چهارشنبه جت‌های بمب‌افکن اسرائیلی به یک مرکز تحقیقاتی سوریه در نزدیکی مرزهای لبنان و سوریه خبر داده و آن را محکوم کرده است. خبرگزاری رویترز از قول برخی منابع گفته است که هدف جت‌های اسرائیلی ظاهراً کاروانی بوده که در نزدیکی مرز لبنان با سوریه محموله‌هایی از سلاح برای حزب الله لبنان حمل می‌کرده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز اسرائیل را به بمباران یک مرکز تحقیقات نظامی این کشور که بین دمشق و مرزهای سوریه و اسرائیل واقع شده متهم کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که در جریان این حمله یک نفر کشته شده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه وزیر خارجه روسیه از گزارش های مربوط به حمله هوایی اسرائیل در اعماق خاک سوریه و در نزدیکی دمشق اظهار نگرانی کرد و گفت چنانچه این گزارش ها تایید شود دخالت نظامی در سوریه غیرقابل قبول است.